سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به ایفکس فیتنس. امیر هستم. بریم که با هم آخرین اخبار بدنسازی رو داشته باشیم. امروز ما آپدیت بدنی رو داریم از قهرمان مستر اولمپیا هادی چوپان، که داره برای اولین بار برای شرکت در مسابقات آرنولد کلاسیک آماده میشه. در اوایل ماه مارچ هادی چوپان رو روی استیج آرنولد کلاسیک امریکا میبینیم و دو هفته بعد اون قراره هادی توی آرنولد کلاسیک انگلستان شرکت کنه و تیم ما قراره که این مسابقات رو به صورت زنده با گزارش فارسی برای شما پخش کنه. پس مطمئن باشید که چنل ما رو سابسکرایب داشته باشید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. آپدیت بدنی رو آوردیم از هادی که میتونید ببینید توی کپشن نوشته که این ویدیو مربوط میشه به 7 هفته گذشته و اینم عکسای دیگه ای از هادی است که منتشر کرده که عضلاتش به خوبی دیده میشه، مثل همیشه پرحجم، پرچگالی و همراه کات خوب. خب بریم سر وقت ویدیویی که هادی پست کرده که عضلات پشتشو توی فیگورای پشت نشون میده. میشه پیشرفت و تقویت رو توی عضلات همسترینگ دید، کات باسن همچنان اونجا هست، اما واقعا عضلات پشتی هادی کاملا متراکم نیستن و چیزی که خیلی از منتقدا در مورد هادی دوست دارن اینه که با وجود اینکه هادی جز ورزشکارا و بدنسازای قد کوتاه‌تره، ولی اصلا کوچیک به چشم نمیاد و پرحجم و عضلانی هست. حالا خیلی از منتقدا این ویدیوی هادی رو با ویدیوی سامسون که به تازگی منتشر کرده از عضلات پشت مقایسه کردن. قسمتی که منتقدا سامسون رو بیشتر مورد انتقاد قرار میدن عضلات کمرشه و مداوم میگن که باید اونو پیشرفت بده، باید اونو کاتر کنه و بهتر بتونه اونو نشون بده. اما با این حال سامسون واقعا یه بدنساز کامله. واضحه که هم هادی و هم سامسون با بدنی آماده در حال آماده شدن واسه آرنولد کلاسیک هستن. برگردیم سراغ ویدیوی سامسون که به نظر میرسه جزئیات خیلی بیشتری نسبت به هادی داره، ولی وقتی صحبت از سامسون میاد باید به چیزای دیگه هم توجه کرد، مثل نور، مثل روشنایی و زاویه دوربین که به بهتر دیده شدن عضلات واقعا کمک میکنه. بنابراین فکر میکنم که این مقایسه از میزان پیشرفتی هستش که سامسون در مدت کوتاهی داشته در مقایسه با هادی که توی مس اولمپیا واقعا از نمای روبرو، خصوصا سینه و کات شکم، عضلات میانی و 4 سر پا برتر بود. سامسون واقعا پیشرفت چشمگیری داشته، مخصوصا توی عضلات پشت که توی اونا ضعف داشته و حالا میتونه در برابر حریفه شانس بزرگ و بیشتری رو داشته باشه. حالا شما به من بگید که نظرتون در مورد این تغییرات چی بوده؟ به نظرتون سامسون میتونه هادی رو به چالش بکشه یا اینکه سامسون هنوز نیاز داره که پیشرفت کنه؟ و در پایان به من بگید که چه جایگاهی رو برای سامسون در نظر دارید؟ توی بخش دوم این ویدیو میخوایم در مورد کسی صحبت کنیم که توانایی و شانس رسیدن به تاپ 3 آرنولد کلاسیک امسال رو داره و اون کسی نیست به جز رافا برندوی برزیلی، که ما یک ویدیوی کوتاه و مختصر رو ازش گرفتیم که صادقانه باید بگم ما تغییرات بدنی زیادی از رافا ندیدیم توی فاصله چند ماه گذشته که قرار به آرنولد کلاسیک برسه. ولی وقتی صحبت از پیشرفت میشه ما پیشرفت‌های زیادی از سامسون دیدیم، ولی رافائل به نظر خیلی بهتر شده. ما دیدیم که بر اساس عکس‌های آف سیزن اون تغییرات سایزی و چگالی زیادی رو داشته. بنابراین این ویدیو رو گرفتیم که مهمتر از همه اون پستی بود که فلیکس لوئیس چند روز پیش منتشر کرد و گفته بود که این عکس مربوط به 9 روز پیش میشه. بنابراین رافائل توی حدود 7 هفته مونده به آرنولد کلاسیک این عکس رو گرفته و میشه گفت که تغییرات خوبی داشته و نسبت به عکس‌های آف سیزن اون چربی زیادی از دست داده، آب زیادی از دست داده و کاندیشن تر شده. بنابراین این آمادگی از رافائل رو میبینید و واضحه که اون پاهاش بهتر شده، بازواش پرتر شده و میشه پیشرفت قابل توجهی رو از رافائل توی این تصاویر دید. منظورم اینه که میدونید که پاهای رافائل نقطه ای بود که منتقدا همیشه به اون انتقاد داشتن و از اوایل کارش ازش انتقاد میکردن و اینجا واقعا به خوبی به نظر میرسه که
رافائل تونسته پیشرفت یا چشمگیری رو داشته باشه. و نکته‌ای که مردم در مورد بدن رافائل دوست دارن اون قد بلند و استراکچر زیباشه که تناسب خیلی خوبی رو داره. رافائل توی سال 2023 تونست توی جایگاه دهم مستر المپیا قرار بگیره، ولی الان ما بدن بهتری رو داریم از اون می‌بینیم. با بدنی که توی المپیا آورده اصلا قابل مقایسه نیست. ما توی آرنو کلاسیک هادی و سمسون رو داریم که برای قهرمانی با هم رقابت می‌کنن، ولی به نظر من رافائل میتونه برای جایگاه سوم با کسای دیگه‌ای رقابت کنه و حتی میتونه سمسون رو به چالش بکشه توی یک سری از فیگورا. خوشحال میشم که شما هم نظرتون رو برای من بنویسید تو قسمت کامنت ها در مورد رقابتی که رافائل با سمسون خواهد داشت. خب توی بخش سوم این ویدیو بریم سراغ اخباری از یه ورزشکار دیگه از کشور برزیل که قراره توی بخش کلاسیک فیزیک آرنولد امسال شرکت کنه، یعنی رامون دینو. یه آپدیت جدید در مورد رامون داریم که خیلی هم جالب توجهه. رامون اخیراً وزن خودش رو گرفته و وزنش تقریباً 117 کیلوگرمه، 258 پوند و نسبت به قبل تونسته وزن خیلی زیادی رو بگیره. محدودیت وزنی اون توی کلاسیک فیزیک 103 کیلوگرمه یا حدود 227 پوند، بنابراین اون تقریباً 15 کیلوگرم سنگین‌تر از وزن مجاز روی استیجش هست. به همین دلیل اون توی این عکس ها و ویدیو ها بسیار بزرگ به نظر میرسه، ولی این به این معنی نیست که اون توی اینجا چاق هست یا اینکه این شیپ نیست. اون توی این شرایط عالی به نظر میرسه و فرم خوبی رو داره و میتونی جزئیات بدنی اون رو مشاهده کنی، ولی چیزی که عجیبه اینه که چطور میخواد در عرض 5 هفته برای رسیدن سر وزن توی کلاسیک فیزیک آماده شه و وزن زیادی رو از دست بده. مشخص اینه که رامون با این اوضاع باز هم بدن خوبی داره و میتونه با کریس رقابت کنه. خب توی بخش پایانی این ویدیو میریم سراغ جیمز هالینگز هد که پستی رو منتشر کرده و عضلات پشتی خودش رو به نمایش گذاشته، چیزی که هادی و سمسون هم به نمایش گذاشتن. ما ویدیوهای هادی، سمسون و رافائل رو دیدیم و حالا هم وضعیت جیمز رو داریم میبینیم. به نظرتون جیمز توانایی اینو داره که به جایگاه های برتر برسه و یه مدعی باشه؟ اون احتمالاً شاید بتونه تا رتبه 6 بالا بیاد، مخصوصا الان که اندرو نیست و حتی روبیل هم ویزا نگرفته. اینا به جیمز کمک میکنه که جیمز بتونه به جایگاه های بالاتر راه پیدا کنه. شما جیمز، برندو و مارسلو رو میشناسید و فکر کنم بهتره که جان دلوروسو رو هم اضافه کنم که میتونن با هم رقابت خوبی رو داشته باشن و هر 4 تای اینا میتونن از هم پیشه بگیرن. جیمز نسبت به قبل بهتر شده، پیشرفت‌های چشمگیری رو داشته و تونسته سایز خیلی خوبی رو بگیره. خب این بود از ویدیوی امروز ما، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. مطمئن باشید که این ویدیو رو لایک میکنید، چنل ما رو ساب داشته باشید و با کامنتاتون به ما انرژی بدید. لازم به ذکره که بگم که مسابقات آرنو کلاسیک امسال رو ما برای شما به صورت زنده با گزارش فارسی هم در یوتیوب هم در اینستاگرام خواهیم داشت. پس کانال اینستاگرام ما رو هم فالو داشته باشید و اینکه این ویدیو رو با دوستاتون توی شبکه‌های مجازی دیگه به اشتراک بذارید، مثل واتساپ، تلگرام و اینستاگرام. مرسی که ما رو تماشا می‌کنید و به ما انرژی میدید.